سلام دوستان وقتتون به خیر باشه یک یادداشت در روزهای گذشته به شدت در فضای فارسی زبان مرتجع قرار گرفته یادداشتی است از ولید فارس فردی که به عنوان مشاور ترامپ در ایام انتخابات معرفی شده من اگر بخوام با احتیاط صحبت کنم باید بگم یک چهره سیاسی رسانه‌ای ضد آمریکایی که اصالتا لبنانی هست و شبیه به ترامپ فکر میکنه این حرف رو گفته خلاصه حرفاش که یه تقابل بین ایران و آمریکا بوده در طول چل چند سال گذشته من رفتم اینو بررسی کردم و به این جمعندی رسیدم که اون چیزی که الان اتفاق افتاده شکست آمریکا در برابر پیروزی ایرانه دقت این چی شد میخوام از روی متن رو با هم یه بار بخونیم ببینیم که این فرد در صحبت خودش چی گفته فقط یه نکته من داخل پرانتز میگم یادداشت داشت که من دارم برای شما میخونم اولش خیلی رو حسابه همش میگه که مطالعه بر روی فلان بر روی فلان بر روی فلان به این شکل میاد جلو یه مقدار آدم کلافه میکنه ولی خلاصه حرفی که میخوام بزنم اینه ببین هر موقع که کلمه بر رویه رو به کار برده بعدش داره یک نمونه از تقابلها ها رو مثال میزنه یک نمونه از تقابل هایی که در طول 40 سال گذشته بوده بعد میگه وقتی همه اینها رو بررسی کردم به این جمع رسم که آمریکا شکست خورده مشاور ترامپ داره این رو میگه بریم هم بخونیم میگه که بعد از مطالعه بر روی رژیم ایران از آغاز آن تا کنون و بر روی انقلاب خمینی در سال 1979 و بر روی اتحاد, ایران با بشار اسد و همچنین بر روی بحران گروگانگیری دهه 1980 و جنگ نیابتی ایران با اسرائیل و گسترش پروژه حسی ایران و کنترل چهار کشور عربی توسط شبه نظامیان همسو با ایران طی دهه گذشته جنبندی من در مقطع کنونی این است که حاکمان تهران دست کم تا اینجا پیروز شدن آقا چجوری شد من متوجه نشدم یه ابرقدرتی به آمریکا تو هر جنگی که رفته یا پیروز شده یا به زور رسانه خودش رو پیروز معرفی کرده الان اومده تو خاور میانه تفنگدارش رو دستفن زدن روی دستش آوردن تو ایران پهپادش اومدن نزدیک ایران زدن وارد تقابل و تنش نظامی با ایران شده فرمانده ایران رو ترور کرده عین زدن خب ظاهرا ورق داره برمیگرده ظاهرا این شبیه اون ابرقدرته نیست یا ماجرا داره متفاوت میشه خودشون هم فهمیدن خودشون هم پشت پرده به این قضیه رسیدن و دارن بهش اعتراف میکنن دوستان من یک ماجره رو بارها خدمت شما عرض کردم این ماجرا خیلی مهمه و تلخی که هیچکس اهمیت این ماجرا رو نتونسته توضیح بده من یه بار دیگه سعی میکنم اینجا بهش اشاره بکنم ببین یه ابرقدرتی چند هزار کیلومتر با نقاط مختلف دنیا و فاصله داره با ایران چند هزار کیلومتر فاصله داره خب میخواد شما رو به چالش بکشه چیکار باید بکنه اولا حضور میدانی رو باید از طریق نافاش انجام بده دیگه از طریق نیروی دریایی راه دیگه که با شما نداره که خب وقتی از طریق نیروی دریایی اومد رسید به منطقه شما بعد باید, باید چیکار بکنه که یک عقبه ای در مقابل شما داشته باشه باید بره تو کشاره اطراف شما پایگاه بزنه درسته و کار کرد تو عراق پایگاه سر، تو افغانستان پایگاه تو کشورهای دیگه هم پایگاه ساد. ما چه کار کردیم ما به این جمعی رسیدیم که خب وقتی ناواش داره میاد اطراف منم اومد پایگاه زده یعنی قدم بعدی منم دیگه هیچ من معنی دیگه نمیتونه داشته باشه قدم بعدی منم راهکار اینه که وقتی او داره با پایگاهش، اطراف کشور من فضای ایجاد میکنه که من رو در آغوش بگیره من هم در کشورهایی که اون حضور داره رفقایی رو ایجاد بکنم که رو در آغوش بگیرن چه قاطی پاتی شد بعد ببینیم که ماجرا به کجا میرسه و دنیا دست خب با این مدلی که مجور اومدیم و خیلی هم از ما زمان گرفت و خیلی هم از ما وقت گرفت شاید چیزی در حدود 30 سال ایران روی این قضیه کار کرد از اونجایی که ما به این جمعندی هستیم که دیگه داریم میریم به سمتی که لوله تفنگ باید حرف آخر رو بزنه از اونجا این کار شروع شد و ایران تمرکز کرد روی یاران منطقه‌ای و ما به جایی رسیدیم به نقطه‌ای رسیدیم که اونها به این جمعندی هستن که نپایگاهامون در خطره از ناوام که نمیتونم استفاده بکنم چون اینا فرودگاه هن اینا جایی هست که باند هواپیما های منه باید ازش بلند شم پس وقتی این کشور موشک داره موشک دور داره موشک برد بلند داره من باید از اینا دور بشم وقتی میخوام وسط این میدانه باشم باید ازشون دور بشم باید ببرم شقب میمونه پایگاه نظامی تو کجا پایگاه دارم تو افغانستان پایگاه داشتم الان که ندارم الان از شدم بپیشم و تو کجا دیگه داشتم توی عراق داشتم خب رفقاش که اینجا هستن دیگه کجا توی قطر و توی عربستان جای دیگه خب بهش دسترسی داره با موشکاش بهش دسترسی داره اونجا هم آدمایی داره که میتونن اقدام بکنن پس ماجرا پیچیده است پس من اگر بخوام تقابلی با این کشور داشته باشم آغاز نکرده شکست خورده جنگ دقیقی اینجا شد شکست خوردم که میگم به معنای فتح سرزمینی آمریکا و در هم شکستن ایالات متحده نیستا اون لشکری که براش آورده کارش تمومه کارش توی این میدان با این تعریفی که خدمت شما ارائه دادن و اینها بهش یقین دارن به این چیزی که خدمت شما عرض کردم اینو یقین دارن تمومه حالا توی گزارششون این داره مشخص میشه اشاره هایی به این ماجره ها داشتن یه سریا از این جماعتی که اخیرا دارن کتاب می نویسن در داخل حاکمیت آمریکا یکیشون وزیر دفاع دوره ترامپ هست حرفوی زری که همین رو داره نشون میده این هم که دیگه اصلا رفیق فابریکای این آدمن اینا هم دارن همون داستان رو عرض میکنن که این اصلا شکسته اون چیزی که رخ داده شکست بوده بریم ادامه صحبت این فرد رو با هم بررسی بکنیم یه یعنی نکته خیلی جالب داره میگه که من از هنگام انتشار اولین کتابم در بیروت درباره راهپورت های ایران تا خوشدار به واشنگتن درباره آغاز شکلگیری محوری جدید از سال 1992 در مقالات علمی متعددم در, در ها و یادداشتها در رسانه ها تا سالهای متمادی حضورم در جلسات استماع کنگره و سمینارهای سازمانهای امنیتی دفاعی چلو یک سال را به پیگیری سیر تحولی این رژیم منظورش حاکمیت ایرانه ژئوپلیتیک آن و شورشهای مردم اش اختصاص دادن چقدر متن سنگینه یعنی همینا مشاوره میدن به آمریکایی که مخ اون بدبختام هنگ کرده من اصلا خسته شدم متن خوندن خلاصه حرف یه رفتم اینا رو همه رو بررسی کردم در نهایت به اینجا رسیدم که تهران پس از حفظ یک خط درگیری مستمر با آمریکا و اسرائیل میگه که آقا یه اتفاقی رو من فهمیدم من خلاصه گذاشتش رو بگم میگه اون اتفاق اینه که تو هی وادار شدی در تقابل با ایران تغییر رفتار بدی مدل تو عوض کنی امروز در یک حوزه اقدام کردی بعد فردا دیگه آقا نم، نمیتونم ادامش بدم باید مدلم عوض کنم ریل گذاری برخورد عوض کنم میگه شما این کار انجام دادین ولی ایران اومده یه کاری کرده ایران اومده از لحظه ای که انقلاب 57 رقم زده تا همین امروز یه خط مستمر درگیری با آمریکا و اسرائیل رو شروع کرده آقا دقت بکنید اونایی که میگن آقا این تقابله کجای داستان تعریف میشه هزینه داشته برای وطن ما این این شکلی نمیگه این میگه که اون تقابلی که ایران با آمریکا و اسرائیل شروع کرد و ادامش داد باعث شد که ایران موفق بشه از نظام تک دهه 1990 از ماجراهای بعد از 11 سپتامبر از بهار عربی و دوران پس از خروج آمریکا از عراق و افغانستان جام به در ببرد یا یه سری کشور توی منطقه تازه یه سریشون تو بغل آمریکا تو روندی که منطقه از چهل سال پیش شروع کرده هر روز یکیشون خوردن تو در دیوار میگه این ایران خودش حفظ کرده از طریق روندی که در تقابل با آمریکا و اسرائیل پی گرفته بریم جلوتر بریم جلوتر در ادامه گفته که ایران توانمندی های نظامی و اطلاعاتی اش در داخل تقویت کرده توسعه ارزیش در منطقه را از طریق شبه نظامیان گسترده کرده و به لطف جاذبه توافق هسته ای به نفوذ قابل توجهی در غرب دست پیدا کرده است اون دو تای اولی که گفت دقت یعنی چی بود یک توان موشکی شما بود دو توان منطقه ای میگه توی منطقه گسترده شده در داخل خودش قوی کرده و اینا از جمله چیزایی است که باعث شده که به صلاح خودمون آمریکا در این حوزه در مقابل ایران به چالش کشیده بشه بعد اومده پنجتا موضوع رو مورد بررسی قرار داده گفته که این پنجتا تا موضوع چیزهایی است که باعث شده که ایران در مقابل آمریکا دست داشته باشه یکی از مسائلی که بهش اشاره کرده سیاست های آمریکاست دقت کنید چیزا دوستان یه نکته رو خدمت شما عرض کردم توی کتابی که به اصطلاح خود اون درباره ی وزیر دفاع آمریکا فردا به شما خواهم داد همین مسئله هست اینها از یک جایی بعد وادار شدن در مقابل ما به تغییر رفتار برسن میخواستن کاری بکنن نمیتونستن ببین اومد پای کار برای اینکه ایران رو به تغییر رفتار برسونه امروز جنگ آخرین گزینه نیست نه 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 جنگ وسیله برای اینکه تو دچار تغییر رفتار بشی من تغییر رفتار تو رو میخوام من نمیخوام تو رو شکست بدم من میدونم که اونور میدان تو اگر شکست بخوری باید با این نفر دیگه سر کله بزنم پس من تغییر رفتار تو رو میخوام من میخوام یک نفری اونجا بشینه اون یک نفر که آنگونه که من میخواهم فکر بکنه دقت این شد اونجوری که من میخوام فکر بکنه پس جنگ هم وسیله ای هست نه برای شکست دادن تو برای ایجاد تغییر رفتار در تو و تو اگر دوچار تغییر رفتار شدی بازی رو باختی چرا بازی رو باختی به خاطر اینکه حالا دیگه تو یه آدمی هستی که اونجوری که من میخوام عمل میکنی اینا در تقابل هایی که ما داشتن هدف اصلیشون ایجاد تغییر رفتار در ایران بود اون چیزی که در این گزارش به اشاره کرده اینه میگه تو بازی رو باختی چون در مقابل این ایران تو دوچار تغییر رفتار شدی تو اومدی که این دو چرا تغییر رفتار بشه ولی برعکس شد مثال براتون بزنم تو همین کتابی که اخیرا وزیر دفاع آمریکا به چاپ رسونده و خیلی بحثش داغ شده یه جایی اشاره میکنه میگه آقا اینا پهباد ما رو زدن ما گفتیم که ما هم باید یه حرکتی بزنیم یه همه چی هماهنگ شد گفتیم که این سه تا هدف کدوم بزنیم ترام گفت آقا مثلا هدف شماره که بزن که با خاک یکسان بشه ایران میگه گفتش که اینو بزنیم چند نفر کشته میشه گفتم 150 تا ایرانی کشته میشه میگه خیلی خب بریم بزنیم بعد وزیر دفاعش تو کتاب میگه میگه ده دقیقه قبل از اینکه ضربه رو بزنیم ترامپ گفت نوایسید می گفتیم چرا می گفتش که خب 150 تا آدم کشتم شما یه دونه پهباد زدم ما 150 تا آدم عملیات متوقف کنیم یه سوال عملیات وقتی متوقف کردین وقتی ما پهبادتون رو زده بودیم شما به خاطر این متوقف کردی که 100 تا آدم ممکنه بود کشته بشه درسته نمیتونستی یه هدف الکی رو بزنی که کسی کشته نشه چرا این کارو نکردی جمعی بازی ادام پیدا کنه یه سوال تو همین کتابه اون چیزی که توی رسانه ها گفتن این از من نیست من انقدر تسلط به کتابه نداشتم که این رو بگم تو رسانه ها به این اشاره کردن که در جاهای مختلف کتاب بر این تاکید شده که اصلا از روز اولی که ما به گفتیم این عملیات انجام میشه گفتیم 150 تا آدم میمیره بعد میگه در انتهای کتاب میگه که وقتی خواستیم عملیات بکنیم برای اینکه 150 تا آدم نمیرن ده دقیقه قبل از عملیات متوجه شدیم که انسان ها خونشون ریخته میشه متوقف کردیم نه 10 دقیقه قبلش متوجه شدی از روز اول خبر داشتی بعد اگر واقعا دغدغه تو این بود که 150 تا آدم کشته نشن میتون سی هدفی رو انتخاب بکنی که مطمئن باشی توی اون هدف نیروی وجود چه کار کردی به خاطر اینکه اینها به این جنبندی رسیدن که دامنه اتفاقات میتونه گسترده تر بشه بذارید من ساده ترش بکنم گفتیم جنگ برای پایان دادن و به شکست رسوندن طرف مقابل دیگه الان نیست به خاطر اینکه من میدونم که بعدش بود با یکی دیگه سر کله بزنم بعد از اینکه تو شکست خوردی ماجرا قابل پیش بینی نیست نمیدونم اون وقت چی اتفاق میفته پر هزینه است راهکار درست نیست تو تغییر رفتار بدی توی ماجرای پهباتا که برای شما مثال زدم آیا تغییر رفتار ایالات متحده رو نمیبینید از سر تا آدم کشتن و از زدن یک هدف اینجا را که دست به سینه بشین یه گوشه کاری نکن. ببین دقیقا همون چیزی که ما میخواستیم و این دقیقا همون چیزی که در ای این کتاب داره بهش اشاره می‌کنه یا آقا 40 سال پیش اینا تقابل با تو رو شروع کردن همینجوری اومدن جلو این تقابل ادامه پیدا کرده و اونا پیروز میدان شدن چون تو سیاست مشخصی نداری دوستان یه نکته رو می‌خوام بگم نمی‌خوام بس تو ادامه بدم فکر می‌کنم تو همینجا کافی باشه و نکته‌ای که می‌خوام خدمت شما عرض بکنم اینه من الان از شکست ها در مقابل ایران حرف نمی‌زنم اگر کسی فکر می‌کنه که من این برنامه رو ارائه دادم که به اینجا برسم خیلی اشتباه داره فکر میکنه اون چیزی که من برش تاکید دارم و احساس میکنم که باید بهش فکر بکنید اینه ما داریم از سردرگمی یک ابرقدرت حرف میزنیم ابرقدرتی که صدها اندیشکده و اتاق تصمیم و کارمند فارسی زبان و رسانه و تجهیزات و امکانات و نفوذی و سرویس اطلاعاتی امنیتی و کشورهای منطقه همه رو در مقابل تو داره ولی سردرگمه سردرگمه و متاثر از سردرگمی به اعتراف خودش هم شکست خورده و هم دچار تغییر رفتار شده نکته دیگه ندارم اگر احساس که نکته ای هست حتما به این ویدیو اضافه بکنید جهان ما به زودی با تغییراتی روبرو خواهد شد ما هیچ ادعایی نداشتیم هیچ ادعایی نداریم ولی حقایق نشون میده که اون چیزی که دنیا باید بپذیره تشکیل یک جغرافیای جدید هست خیلی مخلصم ادامهش نمیدم و اگر موفق باشین چند تا پیام میخوام برای شما بخونم یکی از دوستان در پیامش گفته که نوشته که تو قضیه عادل فردوسی پور دوستان خیلی بازخورد و مثبت بوده و خیلی به خصوص دوستان من در خارج از کشور حسشون نسبت به حرفهایی که عادل فردوسی پور در جمع نخبه ها گفته بود مثبته یک رفیقی از آلمان الان در پیامش گفته که این حرفایی که اینشون زد حرف دل منه بعد اومده به زندگی خودش اشاره کرده میگه من اینها رو دقیقا تجربه کردم بسیار ممنونم که این تجربیات رو داخل کامنت ها میگید یه جاهایی یک رفیق ابتدای راهه فضا اینجا سنگین میشه یا ناراحتی هایی به وجود میاد و او جمعنیش این هست که شاید رفتن درست این راهه این بچه ها کامنت های شما رو میبینن به کامنت های شما فکر میکنن و میدونن که اون نقطه ای که شما امروز ایستادید فردای اونهاست اونها قرار رو برن یک زندگی رو شروع کنن در نهایت برسن به اینجا و شما دارید تجربه خودتون و این چیزایی که من اینجا میبینم و رفقای من زحمت میکشن تو محتواها و ویدیوهای از این دست ارسال میکنن به نظر من کامنت نیست اینها تجربه هایی هست که شما دارید لطف میکنید در اختیار جامعه ایران قرار میدید بسیار ممنونم از این حرکت بزرگ و ارزشمندی که رفقای من دارن انجام میدن من نکته دیگه ندارم اگر شما احساس کنید نکته ای هست حتما در قالب کامنت برای من ارسال بکنید خیلی مخلصیم وقتتون بخیر